چقدر این پیاز زافتی که آب داره که حتی این قسمت آبش ریخته اونجا. آدم اصلا میخواد نون و پیاز بخوره، انقدر که این پیاز. خب یه ذره آدم میخواد بخوره، خب یه ذره نون و پیاز بخوریم دیگه. از این نون و پیاز انقدر این پیازا تردن و تازه. بچه هم میخوام لایو رو زودتر بذارم، البته امروز زودتر هم نشد، همون خواستم امروز حتی 12:01 بذارم که اونم نشد، شد دو دیگه. دوباره منم تخماشو بذارم، دیدم تخماشم خوبه. در مورد لایف استایل پدرم و مادرم، چند سال نزدیکم بگم بالای 20 سال که ما یه گهگاهی اومدن، اونم 20 تازه اومده بودم اینجا، برای اینکه براشون عریضه خالی نمونه که خب یه دختری هم دارم. بعدن دیدن که خب ما دیگه وای پیازه چشمای منو چیز کرد. خب امروز میخوام حسابی تخم مرغ، پس صفر شد. میخواستم تخم مرغ تقریبا اصلی بشه ولی خب نگه داشت تا یه ذره گذاشتم، بعد گفتم با حرارت خودش، با حرارتی که تو آب داره دیگه صفر بشه، اگرم اصلی شد اشکال نداره، ولی اصلی نیست دیگه، صفر شده، مونده تو آب داغ. او اشکال نداره، من همه جورش رو دوست دارم. خب موهات، لباسات، این لباس رو میدونی من این دفعه از شهر فمارن، شهر سلطان. اوه حسابی این دیگه صفر شده. مار خوب، چه خوب شد که من اصلا انرژیش پاره شد. انرژی یعنی یه ذره روشن کرده بودم، ولی بعد دیگه با همون آب جوش خودش موند. خب دیگه پس ما یه کار دیگه میکنیم. فرق کرد، سیستم فرق کرد. یه ذره برو توی این. من اینا رو برای ظرف رو برای اصلی آورده بودم ولی دیگه اصلی نیست. میتونیم مثلا از میدونی چی کار کرد دیگه این پیازه، انقدر که پیازه تازه. او فلفل خوشگل، اینجوری بکنیم بسوز بسازامون دیگه. اینجوری شدن بسوز بسازامون دیگه اینجوری شدن و حالا هی دماغمون رو میکشیم بالا. هایم به های آفر، هایم به های همهتون. خب
بیاد اینجا این کره رو بذاریم اینجوری کره تخم مرغ بذاریم روش پیازم بذاریم روش سبزیرم بذاریم همینطور توش ببینیم اینجوری میشه آره خب بچه ها هنانه حالش خیلی خوبه پیاز با چی؟ با همین تخم مرغ میخورم دیگه کلاینه با بیستو آنجا زیتون های بسیار بسیار زیتون هاش خیلی خوبه حالا زیتون یه ذره ریخت اونجا با این جذبش کنم با این نونه ببینید چی درست کردم با شیر نارگیل شیر نارگیل با کیرشه گیلاس حالا اینو بخوریم سلطان در هم بر هم خوردنی یه غذایی که میخوایم درست کنیم توش پیاز میریزیم کدو میریزیم گوجه میریزیم نمیدونم سبزی میریزیم انواع این پیازا واقعا خیلی عالیه زیتون زیتونش دیگه خیلی حالی بود زیتون از ایتالیا رکسانا آورد حالا یه دونه رفته بود ایتالیا گوجه این بری این بریش بریزی زدی این بردار گوجه اینم کی داده بود شهرزاد اینا چیزای عجیب غریبی که من خودم نمیگیرم هیچ وقت
یه چیزی که از تافل دوست دارم همیشه، به خصوص کسایی که خارجی یعنی غیر آلمانی هم، اونا نمیگیرن این چیزایی که عجیب غریبه تو تافل. من همیشه میگم از اونا برای من بیارید. اصلا چایی رو میبینی؟ باز شد. میخوام باز براتون نشون بدم. وایسه. آبر دیده نمیشه. آبشم خیلی. اومدم مثلا خود چای رو نشون بدم. آب نمیدونم کپره چچر آبش اینا که نخورد به این گوه از زیتون اینا نه. بهتون نشون داده بودم تو این بود یه دونم این بود چاییه انداختم توش باز شده به صورت گل. آخه بهتر شد، راحتتر شدم. پیاز خیلی دیگه تنده، مزهش تند نیست. چای خیلی خوبه ببینید. انبرنسار، انبرنسار چیه؟ یه چیزی شنیده بودم یه مدت انبرنسار و اینا. روزمارینم بیارم اینجا. اونی که تو خیابونا میکارن روزمارین نیست، لاوندله. ما هم تو خیابونای آلمان خیلی لاوندل میکارم. خب من نمیشناسم انبرنسا. حالا اگر انبرنسا برای من آوردن اینجا بچه ها داشتن، یه روز میارم تو لایف نشون میدم. فعلا که ندیدم. زو اینو یه سر بیام بخورم ببینم چه جوری. چقدر غلیظه، مثل بستنیه. شونجا خودت یه وعده غذایی. این هم تموم شد دیگه. خب سوالی باشه جواب میدم.
لاوندل اونجاست، اینجا روزمارینه. اه روزمارین همه جا رو، فکر نمی کنم خود روزمارین رو بکارن تو خیابونا. باش نمیدونم، شاید اینجا لاوندل میکارن تو خیابونا. خیلی هم خوشگل لاوندل، خیلی نمیدونم استور، نمیدونم استو خود 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 دوست و یه چیز اینچنینی داره اسمش، یه اسم خیلی سختی داره استور، نمیدونم چی لاوندل. بابا همون لاوندل بگید دیگه، خوشگلم هست. استقدوس، استقدوس، انبرنسا مطبوع اولاغه. باش از من از یه چیز آهو هم نمیدونم چی درست میکنم، انبری درست میکنم چی درست میکنم، مطبوع زنبورم عسل دیگه. اون چیزی که برای ما بد ممکنه باشه، برای یه موجود دیگه میتونه خوب باشه. فلفل سیاه تازه است. تنده، 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 بمونه برای غذا. اصل آب دهن زنبوره، نمیدونم شاید شما درست بگید. صبحونه پیاز میخورم؟ بله من قرمه سبزی اگه با پیاز، با کله پاچه، با پیاز، نمیدونم پیاز تون بوده دما شهودی زندگی کردن یعنی چی؟ خیلی جالب. کشف و شهود، کشف و شهود، خیلی سوال خوبیه. هر چی الان این همه آدم مثلا گوزیدن و مسخره نمیکنن، شما از گوزیدن و خودتون خجالت، نه بخندید نه به کسی که میگوزه بخندید، نه به کسی که میگوزه نمیدونم حس خجالت بدید. این یه شهودی از زندگی اون فرده، زندگی واقعیش. الان این شهودی از زندگی واقعی منه،
این که من لباس رو از کجا آوردم؟ از همون تافل اینا هنوزم نشستم و همون بیرون گذاشته بودم. نشستمشم. مریضم نمیشم، مطمئن باشید. او. این دیگه نمیشه. از همون بیرون تافل سلطانینا یه دونه جعبه گذاشته بودم، توش لباسم بود. من این لباس رو دیدم برداشتم. شهود چیه؟ بسوز بساز چی شد؟ بازم پیزار بخور. شهود یعنی بخشی از این که هر آنچه در زندگی شما هست رو چیکارش کنید؟ محشرش کنید. صحرای محشر چی میگن؟ روز قیامت میگن صحرای محشر یعنی چی؟ یعنی همه چی علنی میشه دیگه. علنش کن. این میشه شهود. و لباست مثلا زیپ لباس من پاره است. زیپش نمیدونم باز شده، داره مثلا شکم ما نمیدونم کس و کون ما دیده میشه. حالا مثلا خب شهود شده دیگه، شهود شده به همین راحتی. حالا من میگم آی آی اوی، نه هیچ آی اوی نداره. همون عکس منو که چقدرم دوستش دارم، پیجای مخالف برداشتم، مثلا یه چیزی نوشتم و مسخره کردن و حال مردم دارم میخنده. بخندید بخندید. باز شدن زیپ شلوار من بخشی از منه. شکایت شدن از من، شکایت کردم دیگه، جریمه شدم. یه بار تو یه دین از این چیز دادگاهی ما باختیم. بعد من اومدم تو پیجمون نوشتم زیبا ناوک بازنده این جریان دادگاه. خب باختم دیگه. زندگی واقعی هم باخت داره هم برد داره. حالا من بیام بردای خودم رو به دیگران نشون بدم، باختم رو نشون ندم؟ باختای منم ببینیم. ماشین میخرم نشون بدم، بدهی میارم نشون ندم؟ نه منم، اینم منم. البته نه من بدهی دارم نه ماشین. اینجا توی مورد هیچ کدوم من نیستم. اما منظورم چیه؟ منظورم اینه که حالا خوبه این نونا تو فریزر بود. هنوز علف نمیدونه که من نرفتم مسافرت. وگر نمیگفت باشو بیا اینجا. نمیدونم کجاست یا کجا. پیامامو سین نکرده. اصلا آنلاین نمیشه. حالا تا نمیشه ما کلی چیزمز داریم از این بعد. بله باختم به ما تعلق داره، شهوده. این وری هم به ما تعلق داره، شهوده. اینو بذارم با مربا بخورم، اینو بذارم الان با تخم مرغ بخورم با روغن زیتون.
پیاز یه ذرم ورتر بردم، چیزتر شد، بهتر شد. دیگه از چی براتون از شهود بگم؟ دیروز از وابستگی بهتون گفتم، هرچی وابستگیاتون زیاد میشه غماتون کم میشه. الان من فردا میخوام با یکی برم رستوران، اسمشم دقیق بلد نیست، اونا میریم ببینیم چیه چیه. خوب بود رابطمون ادامه میدیم، خوب نبود خب اون بای بای، منم بای بای دیگه. شما فکر کنید تمام دنیا الان یه نفر شما رو دعوت میکنه به یه مسافرت، چه قصدی داری؟ شاید نظری داری. خب بابا نگاه کن بپرس چه نظری داری، چه قصدی داری. میگه من مثلا دوستم با تو سکس کنم، تو بگو نه دوست ندارم. من دوست ندارم، ولی نقطه اشتراک من تو با هم میریم قدم میزنیم، با هم میریم نمیدونم غذا میخوریم، با هم میریم کتاب میخونیم. با هم صد تا کار دیگه میتونیم بکنیم. طرف هم میگه چرا من این آدم از دست بدم، یه نقطه اشتراکی که باهاش دارم. اگه هی نیاد به خاطر اینکه من تو رو بردم، من به خاطر اینکه برای تو یه دونه نمیدونم یه غذا خریدم، از اول تعیین کن که غذایی که میخوای بخری برای چی میخوای بخری. خب اینم از این. خیلی ها فقط میخوان از تنهایی بیان بیرون، یه اوقات خوشی رو داشته باشم با کسی دیگه. یه مردی یه بار من داشتم میرفتم توی اداره ای، این اداره رفته بودم، اینجا رفته بودم، اونجا رفته بودم، همشم با دوچرخه. داشتم یکی یه جا دوچرخمو قفل میکردم، یه دفعه دیدم یکی من گفت یه آدرسی بپرسه. موقع آدرس پرسیدن یه دفعه گفتش شما چقدر حس خوبی به آدم میدید. گفتم مرسی. گفت میتونیم بریم یه کافه با هم بخوریم. گفتم چه پیشنهاد خوبی. اتفاقا من انقدر این بر اون بر رفته بودم که یه چنین پازه خیلی خوبه. گفت گفتم قبول میکنم. گفتم آره یه کافه. گفت کیک هم بگیریم. گفتم باشه. یه کافه با کیک گرفتیم. تا نشستم اومد گفتش که شما شوهر دارید؟ گفتم تا دلتون بخواد. کدومشو میخوای بهت معرفی کنم؟ بابا بل کن دیگه، میخواییم چایی بخوریم، کیک بخوریم، فلان کنیم. من به شما گفتم مثلا فرض کن که الان هیچ کی اینجا نفهمه، با هر کی که از اینجا خواست رد بشه، هر کی بهت زنگ زد، هر کسی رو که دیدی، هر کی بود بهش بگو من دارم این زیبا هستم، عکسم بگیر به همه جا بفرست، ما بهتون کافمون رو بخوریم دیگه، من تمام دوست پسرام هم به تو معرفی میکنم. گفت وای چه جالب، اینی که تو داری میگی که پارادیسه، یعنی مثلا بهشت. گفتم آره دیگه، منتظری بهشت کجا بیاد اونجا بری. بهشت همینه که تو در لحظه، از لحظه به لحظه زندگیت لذت ببری. الان من برام این پیشنهاد تو خیلی خوب بود، میخوای با همه دوستام تو رو آشنات کنم. گفت آره. ترکم بود.
دفعه دیگه گفتم دختر داری؟ گفت یه دختر کوچیکترم. گفتم دخترت هم بیار. اومد و با یکی از دوستام آشناش کردم و دوست شدم. منم با دخترش رفتم آشپزی کردم. دختر کوچیک داشت 3-8-9 ساله. انقدر خوشم اومده بود از دختره. اونم با دوست من دوست شد. یه دو خانمی اومده بود. گفتم بشین ترکی حرف بزن. ترکی. انقدر حرف بزن. یه بار دو بار اومد. بعد یه خاطره خوشی برای همدیگه گذاشتیم. یه خاطره خوشی هم من برای اون دخترش گذاشتم. رفتم. 4 تا هم سیب برای من آورد. مرسی. اگه از همدیگه انتظار نداشته باشیم. آقا نشستی یه کافه میخوری 2 ساعت میخوای در مورد نمیدونم جد و آبادتو نمیدونم فلان و اینا که میخوای اشکال نداره بپرسی و من همه رو بهت میگم، ولی اگه میخوای با اونا برای من تصمیم بگیری برو اول کتابامون بخون. کافه خوردن من زیاد مظاهر نشد یا تو غذا خوردن من. شوهر داری، فلان داری، این داری، اون داری، برو با همه شوهرهای ما دوست شو. البته الان اون زمان منو، یعنی در جریان مال فکر کنم 9 سال پیش بود. بعد از اون دیگه هر کی میمد میگفت، گفتم بابا جان شوهر من همین الان تویی، یه ساعت دیگه یکی دیگه است، یه ساعت دیگه یکی دیگه است، ولمون کن بذار حالا چایمون رو بخوریم دیگه. در حال زندگی کردن به هم دیگه تعهد ندادنه. نه من از تو تعهد میخوام، نه تو به من تعهدی بده. من با تو میمانم، من انسان فلانم، من انسان ندم که چی هم هرچی هسته. حالا آشناییمون بیشتر میشه، من خودم هم میپرسم و تو همون جا هم میپرسم کار آدم، موقعیت آدم. فقط برای شناخت بیشتر، نه اینکه من مال کسی هم تو مال کسی هستی یا من میخوام مال تو باشم یا تو مال من. سرزمین من، دین من، پدر و مادر من، زن من، بچه من، همش هم دارید از دست میدید. یعنی از دست دادیم همه ما. خب یه دونه تخم مرغ من نمیخوام بخورم الان، پیازم نمیخورم الان، نونم همینطور، میخوام یه ذره نه همه شون بره این ور. تو بیا جلو و این مثل دسره. کبدم نه چرب نیست. چند وقت تقریبا چند سال پیش رضا شیخان گفت بیا من یه درمانی برای کیسه صفرا دارم. گفتم من مشکلی با کیسه صفرا ندارم، ولی خب حالا میخوای انجام بدی انجام بده، ما از هر چیز طبیعی استفاده میکنیم. او زیبا تو به چی به پای بندی؟ به هیچی. چرا پای خودم رو ببندم آخه؟ شما اسم کلمه پای بند رو نگاه کن. پای بند یعنی خودم رو پامو ببندم. برای چی؟
با دستای خودم بیام پای خودم ببندم. برم مسلمون بشم که خودم مثلا نماز بخونم. خب مسلمون نشم و نمازم نخون دیگه. مسلمون میشی بعدم میای خودتم وادار میکنی به این که حجاب داشته باشه. خب حجابم نداشته باش دیگه. مسلمونم نشم. پایبندی به اعتقاد. برای چی آخه؟ اگه فکر کن همه آدم ها دین نداشتن. چقدر راحت بودم. چقدر راحت بودم. مثلا از پدر مادرشون تعصب به پدر مادر نداشتن. چقدر راحت بودم. آقا یکی تو به ما خواهر من یه چیزی گفتی. خب به خواهر من گفتی برو دیگه. یه بار یکی اومد گفتش که اگه بری ببینی یکی روی مادرت چیکار میکنی مثلا در خونه رو باز کن. میگم هیچی ببخشید مزاحم شدم. در میبندم میام بیرون دیگه. حالا من برم بگم چون مادرم تو چرا با اون داری میخوابی؟ با مادر خود من خودش 10 تا مثل شما رو میذاره تو جیبش. من میخواید من مدافعش باشم. اینا همش حرفه. یا خواهر. من مثلا غیرت خواهر. غیرت مثلا خواهر. غیرت چرا به اون نگاه کرد؟ خب برو نگاه کن. بفهم نگاه. هر چقدر میخوای نگاه کن. برداشتم میمدم توی خیابون جس دیدم یکی هی داره نگاه میکنه. گفتم آه میخوای با من دوست بشی؟ خب بیا دوست شو دیگه. من میخوام با همه دوست شم. بیا دوست شو. اینقدر با مزاحم خیابونی ها دوست شدم. بعد طرف میترسید. درم گفتم بابا اگه نمیخوای دوست بشی خب بیا جلو. من زیبا ناوک هستم. دستم میترسید. در گفت الان میترسم دست منو بگیری. از بس که بهشون حمله شده. گفتم بابا جان من حمله بمله چه حمله ای به تو بکنم آخه. میخوای دوست شی خب دوست میشیم دیگه. میخوای دوست شی دوست میشیم. او 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 تا اینم بیاریم خوشمزه بود. او میخوای دوست شی دوست میش دوست میشیم دیگه. بعد گفتم میخوای دست بزنی به من اول بپرس. شاید خودم هم خواستم تا به من دست بزنی. ولی یه دفعه دست میزنی خب من وحشت میپرم. خب برای چی این کارو میکنی؟ میخوای منو اذیت کنی؟ بگو از اول. میخوای دست بزنی به من بگو. خب شاید من خودم هم خواستم بگم آجام با آرامش دست بزن. اینو بعدا یه سر آب بریزیم توش تهشو شاید خوش بشه. سب که از الان بریزم آب بهش. خب اینه که مزاحم خیابونی ها رو ما باشون هم دوست میشیم. مزاحم خیابونی ها خب کی هم؟ از کجا آمد؟ از مریخ اومده؟ از مریخ که نمیده. طرف از سرش هم اینجوری بکنیم برگردیم سرش هم شسته بشه. خب این خوب شد باش. و یا حالا برادر توی مزاحم خیابونی یا پدر توی یا پسرعموی توی پسرخاله توی ولی دختران مزاحم میشن بابا. فکر میکنم فقط پسر رو هستن. نه از مریخ که نیومدن که از مریخ که نیومدن. همشون به ما تعلق دارن. یه بخشی از زندگی ما. میخواییم بکشیمشون. میخواییم بکنیمشون زندان. بعد بگیم که ما درست میگیم بیاید ارشاد شید. دشت ارشاد بذاریم. خب اون دیگه بفرمایید این راه و این جاده باز و
هست. چند تاشون رو من از این مزاحم خیابونی رو گفتم بیای خونه من، آدرس دادم بهشون، گفتم بیاید خونه من، نترسید اینجا خونه. و یکیش داشت میگه من برگردم، گفت همسایه ها، گفتم همسایه های منم تو میترسی، همسایه های منم تو میترسی، تو برو از همسایه های خودت بترس. پس معلومه چقدر تو از کاری که میکنی خودت کارتو قبول نداری که انقدر میترسه. مثل مربا شو خوبه. وقتی میمیرید که سوپانایی هست تو هتل ها، انقدر از اینجا تا اونجا، اینجا سوسیس، اینجا تخم مرغ، اینجا تخم مرغ آب پز، اینجا تخم مرغ نیمرو، اونور کالباس، اونور ماهی، اونور نمیدونم سالمون، اونور نمیدونم مربا عسل، اونقدر چیز میست، میزلی. سه ساعت باید بشینی برانش هم دیگه، خیلی هاشون هم برانش، یعنی میری دو سه ساعت میشینی، از این میخوری، از اون میخوری، از مزلی میخوری، از شیر میخوری، از این میخوری، از من. نگران قاطی پاتی خوردن نباشی. اینم برانشه. تازه من الان اینا چیزاییه که الان گشتم پیدا کردم تو خونه. یخچال تقریبا خالیه، چون داشتم میرفتم مسافرت دیگه، ولی به خودم گفتم انقدر میگردم فریزر اینور اونور نمیرم خرید، تو نمیدونم میوه خشکا رو بخورم، چیزای خشک اینا رو بخورم، همین. خب کامنت تو جواب بده. آها مثلا هتلای آنتالیا چقدر خوردنید. آره هتلای آنتالیا وای وای، اتفاقا من آنتالیا رفته بودم، اصلا شما فکر کن انقدر خوردنی برای صبحونه تازه، نمیدونه کدوم ها بخوره دیگه. حالا یه هتلای هم هست توی زاردینیه ما رفته بودیم، ساردینین حالا میگن، مال پرومیننتا، این آدمای یه جزیره، مال افرادیه که خیلی دیگه خیلی خیلی پول دارن دیگه. البته ما رو اونجا نبردن ها، تو اون تیکیشون که همه ثروتمند بودن اونجا به ما از دور نشون دادن، گفتن اونجا رو میبینید اون دور دورا رو، اونجا مثل یه شهرکه که همه آدمای تو خیابون، همه افراد ثروتمند همدیگر رو، خیلی ثروتمند دیگه، یا هنرپیشن یا فلانن، همدیگر رو میبینن. گفت مثلا اونجا هتل شبی 11,000 یورو تا 30,000 یورو. گفتیم 30,000 یورو، 30,000 یورو تو بدی برای یه شب هتل دیگه، تو فکر کن اونجا صبحانه این معده باید چی بخوره برای اون صبح، اون معده شما اگر نمیتونید 10 یورو هم پر کنید 30,000 یورو دیگه یه شب. ببینید من نمیدونم اونجا، نمیتونم تصور کنم که چیکار میکنم، چی میذارم، چی هست که 30,000 یورو به ما هتل 30,000 یورویی رو نشون دادم. ما نرفتیم، از تو به ما نشون دادم. ما از اونا بودیم که اگر دست نخوردیم دست مردم دیدیم. دست مردم هم نبود، خیلی دور بود، از اتوبوس ما داشت میرم. اول با کشتی رفتیم زاردینیه، یه جزیره است، 11 ساعت راه بود تا به جزیره برسیم، 11 ساعت توی کشتی بودیم. تو
تو مسابقه خوردن شرکت کن. خب بیام ببینیم چه جو. من تا موقعی که دوست دارم میخورم. تو مسابقه برای خودی خودکشی میکنن. زیبا با سیما ارتباط دارین؟ نه. صدایرو بگو نینا ببرتت. حالا صبر کنیم ببینیم ببینیم اسکای لاگون میریم. ماه دیگه است. ماه دیگه. ماه دیگه. ماه دیگه روزشم باید نگاه کنم تو بلیتم. این کیرشه یعنی کیرشه ها یعنی نه کیشه گیلاس. این یه گیلاسی بود که آماده کرده بودن توی ظرفی فلان اینا، بعد خیلی خوب بود. اونو قاطی کردم با این روغن شیر نارگیل. شیر نارگیل خوبه دیگه، شیر نارگیلش هم چیزای عجیب غریب خیلی خوبه. سیما به تاریخ پیوست؟ نه هستش دیگه. شکم مویی از خوردن لذت میبری؟ آره از خوردن هم لذت میبرم، از خیلی چیزای دیگه هم لذت میبرم. منتظری الف بیاد نون تو پس بگیری؟ آفرین. نه نونم پس نمیگیرم، اون خودش حتما بفهمه که من اومدم، میگه زیبا پاشو بیا اینا. ولی خب دیگه الان چند روز شد؟ 3 1 2 3 4 روز شد دیگه. من پنجشنبه بهش میدادم، چهارشنبه دادم، الان 4 روز شد دیگه. فکر کنم گذاشته تو فریزر گذاشته. اگه تو فریزر نباشه میگم خب بده نصفشو بده، اگه تو فریزر گذاشته باشه میگم نه، هنوز چون خودم هم نون داره. این لباس جالب نیست، نپوش. برای من که خوشگل بود، حالا یه بارم خوبه دیگه. چرا صورت هم اینقدر لاغر شده؟ چی جالب، بذار یه سر لاغر بشه. زیبا از خوابیدن تو قبل نمیترسید؟ خب اول بذارید برم بخوابم، بعد ببینم ترس داره یا نه. یه بار من این کارو کردم زمانی که زینب بودم، گفتیم یه از مراحل مختلف روحی روانی و نمیدونم نه کارهایی که مثلا میکردم برای اینکه بیشتر درکای خاصی پیدا کنم، یکیش همین بود که بری توی قبر بخوابی. تو مشهد رفتیم قبرستان بهشت رضا هست اونجا، با یکی از دوستام که اسمش رضا بود، همسرش هم نمیدونم مژگان بود نمیدونم چی بود، به هر حال همسرش و بچهش رفتیم اونجا. بچهش هم چقدر منو دوست داشت. بعد هیچی، من گفتم بچه ها من میخوام برم تو قبر بخوابم. یه قبر پیدا کردیم دم غروبم بود، رفتم توی قبر خالی. یه حدوده گفتم 1 دقیقه، 1 دقیقه هم نشد، یه جوری احساس کردم که 1 دقیقه. گفتم بچه شما اونجا وایسید، من میرم توی قبر بخوابم ببینم این چه حسی به من میده. رفتم و حس خاصی نبود، ولی یه ذره احساس کردم که انگار خاک آدمو یه حالت یه نمیدونم دیگه روانی. بالاخره بعد از 1 دقیقه پا شدم دم دخترش، اسمش یادم رفته، دختر خوشگلی داره گریه میکنه که مثلا مگه مبادا من مثلا اتفاقی برای من بیافت. ولی خب من از این که خود من بمیرم بعد تو قبر ببرم، خب وقتی مردم بردن دیگه خب حسی وجود نداره که من بخوام بترسم. قبلش هم که نمرده باشم، فرض کنید سکته کرده باشم، بعد اینا فکر کنم من مردم برم توی قبر بعد بیدار شم، خب اون موقع دیگه
اون موقع شاید بترسم، نمیدونم. اون موقع دیگه آدم بازم دیگه از خفه میشه دیگه، یه دقیقه بیشتر طول نمیکشه میمیره دیگه. به هر حال مرگ یه چیزیه که ما بیشتر ازش میترسیم تا خود واقعیتش، وگرنه وقتی آدم لحظه ای که میمیره چیزی نمیشه که. لحظه ای که میمیره چیزی نمیفهمه که. قبلش هم من باید لحظه ای که باش روبرو بشم بعد ببینم میترسم یا نه. قبلا فکر میکردیم مثلا پیری چیه، بعد من دیدم بابا هر چقدر آدم پیرتر میشه چقدر لذتش بیشتر میشه از زندگی، چقدر حسش بهتره. من الان خودم حاضر نیستم به دوره جوانی برگرد به خاطر این تجارب و حالتهایی که الان دارم و لذتهایی که میبرم، نگرش من به جهان. آها چکابم میری اتوان سه شنبه یه قراری برای دکتر چیز داریم که همین دکتری که من رو یه بار رفته بودم 2 ماه پیش برای فشار برای سپتامبر وقت داده بود. حالا بریم ببینیم که فشار من رو بگیره ببینه این مدت چجوری بوده. شاید پدر زینب شو فلان. مگه زینب جوابش از باباش متنفره؟ خب از باباش متنفره. خب خیلی از پدر مادرشون متنفرن. خوشحال باش از اینکه میتونی تنفرتو نشون بدی، تنفرتو بگی. خیلی از پدر مادرشون متنفرن. شما کامنت بد بذار، همه کامنت بد بذار. شما اومدید اینجا کامنت بذارید، هم کسی که کامنت بد میذاره بالاخره یه حسی داره دیگه، یه چیزی میخواد بگه دیگه با اون کامنت بگه. شاید همون بچه های دیگه ای که کامنت منفی هم بذارن از اون فرد خوشش بیاد بعد بره با هم دیگه دوست بشه. برای همین من باعث خیر میشم دیگه. شما فکر میکنید این همه مخالفای من با هم دیگه دوست شدن از کجا دوست شدن؟ از طریق من دیگه. اصلا مخالفای من، شما این گروه های مخالف که الان هستن، شما بعدها متوجه خواهید شد که اینا حتی مسئولی اون رئیسشون اینا در یه ارتباط هایی با من داره، یه ارتباط های قوی با من داره. حالا بعدها خودشون هنوز به اینجا نرسیدن که اقرار کنن، باید هی بگن یه ارتباط هایی دارن دیگه، وگرنه چطور میشه که تمامه یه کسی بیاد تمام وقتشو بذاره، چطور میشه تمام زندگیشو برداره بذاره برای یه ارتباطی با من داره دیگه، یه ارتباط، اونم ارتباط قوی، ارتباط قوی داره. حالا بعدها اینا مشخص میشه. اون کسی هم که جاسوسی میخواد بکنه بایستی حتما یه حرفای منفی در رابطه با آدم بزنه. حالا اینا یه زمانی اقرار میکنن، یا میگن که چه عاملی باعث شد که اصلا اینها انقدر مخالف من حرکت کنه یا این همه مخالف من پیام بده. چه من ناراحت نمیشم؟ چون من میدونم که وصلم به من دیگه، وصلم. یه کسی از الان توی تلگرام عکس منو بر میداره، بعدش آیدی درست میکنه شبیه آیدی من، بعد میره پی بی بچه ها و میگه من زیبا. دوتا هم وایس از تو کانال برداشته هاید اکانت میکنه و میفرسته. تا وایسش هم مشخصه، کافیه به اون فرد بگید یه وایس دیگه بده. این جمله‌ای که من میخوام بگم، حالا این آدم بلند میشه. یه بار با من اومد گفت پدرتو در میارم. گفتم بابا تا حالا که کلی خدمت کردی، رفتی مشاوره دادی، کلی رفتی با آدم ها حرف زدی،
خودتو جا میزنی، کلی عکسای لخت از آدما گرفتی. بعد طرف اومده فهمیده پیک، بعد دیده که ای وای حالا من به کی بگم عکس لخته رفته. خوبه دیگه، کار بزرگی میکنه، کار بزرگی میکنه. این اصله رو باز کنیم. حواس اصل کردی. برای همین هر کس برخلاف من کاری بکنه یه وصل مهمی به من داره. همیشه اینو فکر کنید، حالا مستقیم یا غیر مستقیم. اثر کچوی آقای چهار تا بود، اینا رو هم شهرزاد آورده بود. زیبا راز آرامش تو بگو. راز آرامش بحث نکردم. هر کسی رو بذاری هر کاری بخواد بکنه بکنه. فیدبک منفی هر، ببین یه اسم مسئله هست تو ترکیه، میگه نه تو کسان آشوا جلر گاشوا، هرچی بریزی به آشت همون میاد به قاشقت. حالا شما هی بیا یه کاری بکن، هی هر چقدر اگه واقعیت رو میگی که خب موفق میشی، چون قدرت در واقعیت هست، قدرت اصلی در صداقت. اگه خودتو جای کسی جا میزنی، اگه دروغ میگی، اگه شیوهات یه شیوهاییه که خودت هم میدونی که چیه دیگه، همونا به خودت برمیگرد. دیر یا زود حال طرف میاد میگه زیبا رفته برای من، اینو تو لایبش گفته، زیبا رفته فلان، یه ضربه مالی به من میزن. مگه ضربه مالی کم به من زده شده؟ خیلی ضربه مالی به من زدن، اما همیشه بهتر اون چیزی که داشتم همینو. تو زندانش من چنان غذا میخوردم که اینا فکر میکردن که مثلا من دارم مائده بهشتی میخورم. گفتن چقدر خوب میخوری این غذای زندانو. گفتم برای اینکه خوشم میاد دیگه، دوست دارم. من میدونستم راهی که انتخاب کردم زندان داره. خب افتادیم هم زندان دیگه. دغدغه این که وای الان نمیدونم یه ساختمون خریدم باید پولشو بده. ساختمون خریدم باید پولشو بده. نه ساختمونی دارم، نه خونه ای دارم، نه طلایی دارم، نه گاو صندوقی دارم، نه نوکر و نمیدونم فلانی دارم که از اونها مراقبت کنم. آرامش نمیده. همیشه هم به من انقدر هدیه میکنن، هر جام که میرم همش به من میرسه. رفتم یه گواهی پزشکی برای سلطان بگیرم و موبایلشو بدم، موبایلشو بهش بدم، یه کمم گفتم شهرشو بگردم. انقدر به من هدیه داده شد، کل پشتی بسیار عالی. پول اون کل پشتی هم که قبلا خودم میخواستم بخرم حالا پریروز به من برگردوندم، کلی مواد غذایی جالب، اونجام خوش گذشت، دو چرخ سواری، لاست تراپی، خواب خوب، دیگه چی؟ خوب بود دیگه، یه چی میخوام بکنم؟ یه دون گواهی رو هم گرفتم، دیروز آوردم دادم به این به دندان پزشکه، باشون صحبت کردم، گفت برامون
ایمیل کن، دکتر شنبه ها نیست ولی ما هستیم، ولی ما براش میفرستیم. اون این از گواهی پزشکیش، اون از موبایلش، موبایلش رو براش درست کرده. من میخواستم موبایل بخرم، خانم هدا برای من موبایل آورد. همیشه همه چی میرسه دیگه، لباس میرسه، غذا میرسه، این میرسه، مسافرت میرسه. من اصلا اسکایلاگون میدونستم کجاست، برای ما رسیده. چیزای دیگه هم میرسه. راز آرامش